کسانی داریم که در تاریخ بی‌نظیرند. اگر گلپا در تاریخ بی‌نظیره، شما مردم هم بی‌نظیرید. درود بر شما، درود بر شما مهربان یاران عزیزم. مهرآیین و عزیز و بزرگ، دوست همیشه و همیشه دوست، جناب سیاوش عربستان، استاد گلپا رو از جوانی شناختم، با صداشون آشنا بودم، اما در واقع باید بگم نمیشناختم. تا از بیان شما و از نگاه زیبابین و از اندیشه زیبا اندیش شما با آثار استاد گلپایگانی آشنا شدم و در یک آشنایی مجدد ایشون رو از نو کشف کردم. در واقع استاد بزرگ جناب گلپایگانی، استاد اکبر گلپایگانی که واقعا اکبر و بزرگ و قابل ستایش هستند، همچنان گنج در ویرانه خاطرات پنهان مونده بودند. تا زمانی که شما غبار خاطرات رو کنار زدید و استاد گلپا رو چنان جواهری به مردم ایران هدیه دادید، مردانی بزرگ، مردانی چنین که موسیقی اصیل و موسیقی فاخر ما رو آینگی می کنند، همواره در بهترین جایگاه و پایگاه ذهن تاریخ ثبت و ضبط می شند. استاد گلپا شبیه هیچ کس نیستن و بزرگترین خصوصیتشون اینه که صداشون مال خودشونه. نه کسی میتونه شبیهشون بشه، نه ایشون شبیه کسی هستن. همین که افزوده شدن به موسیقی و تکرار مکررات نبودند، این یعنی هنر. هنر از زمانی آغاز میشه که یک اثر هنری معرف صاحب اون اثره. این کتو در استکهلم با هم خریدیم، مثل گوش و گلپا داره میپوشید. خاطراتی از این کت هست که براتون تعریف کردم، میشنوید میبینید. امروز که گلپا نیست، اینجایی که من نشستم جایی که آخرین بار که پیش من بود در پاریس، اینجا نشسته بودیم با هم، دخترم شیوا و من باهاش مصاحبه کردیم، با هم گپ زدیم. تاریخ قضاوت میکنی.